بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. خوش آمد میگیم خدمت دوستان عزیز. انشاءالله سال با برکتی باشه در خدمت قرآن و توفیق عمل به آیات قرآن و هدایت قرآنی برای هممون انشاءالله میسر شود. انشاءالله خدای تعالی ما را از مرتبه حرف و مرتبه عمل برسانه و محروم نشیم از و نامحرم نباشیم با قرآن و جزء محرمان باشیم که با غیر محرم خدای تعالی آب گفتگوی کتابش رو بسته. سلام علیکم. سلام علیکم. انشاءالله خدای تعالی به ما این توفیق رو بده که مس کنیم این کتاب رو و طهارت وجودیمون بیش از پیش باشد تا قدرت ارتباط بیشتری از هدایتگری های این کتاب انشاءالله در وجودمون ایجاد بشه. قلب هامون نسبت به آیات قرآن وجل باشد و اهل خشیت نسبت به آیات قرآن باشیم. فقط به دنبال ازدیاد مفاهیم نباشیم، بلکه مفاهیم در خدمت حرکت ما انشاءالله به کار بیاد. از ابتدا هم سعیمون بر این بوده که در نگاه به تفسیر آیات قرآنی از المیزان به همون سبکی که مرحوم علامه قدم برداشتن، عمدتاً اون نگاه توحیدی و هدایتگری بیشتر محط نظرمون باشه و کمتر به مباحث حاشیه‌ای بپردازیم. هرچند در بعضی از آیات به لحاظ معارف عظیمی که درش مندمج بوده لازم بود گاهی یه قدری مسائل بیشتر باز بشه، اما سعی اون بر این نبود که این عادت باشه و دعوه هر آیه باشه. انشاءالله از این آیه شریفه که تتمه ای از آیه 213 باقی مونده بود، این رو انشاءالله با اینکه بحث بسیار مهمی است ولی حالا برای اینکه اول ساله با آیه آغاز کرده باشیم، سلام علیکم ورحمت الله، از آیه 214 آغاز میکنیم. اون تتمه رو انشاءالله در جلسه ای حالا یک یا دو جلسه حتما انشاءالله باید داشته باشیم، چون تتمه بسیار مفیدی است در رابطه با اصل نیاز به نبوت و بحث عصمت انبیا و اینکه چه تفاوتی میکند با عقد عملی و عقد عملی چرا نمیتونه برسونه. اون بحث رو انشاءالله حتما خواهیم داشت و لازم هم هست، ولی اجازه بدید امروز از آیه 214 آغاز بکنیم تا ابتدای کلاممون انشاءالله با آیات قرآن باشد و در خدمتش باشیم. آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. در این آیه شریف چند سنت الهی رو در رابطه با هدایتگریش داره مطرح می‌فرماید. اولا این است که دخول در جنت آسان نیست، این گونه نیست که بهش به آسانی روزی شود. دوم این است که تمام سنت‌های الهی که در اقوام گذشته به عنوان بأسا و ضرا بوده حتما تکرار خواهد شد و دوباره پیش خواهد آمد برای امت ختمی. امکان ندارد بدون اون سنت ها و از سر گذراندن اون سختی ها این راه طی بشه و دخول در جنت محقق بشه. روایات هم مؤید این معناست که تمام سنن و مواریث انبیاء گذشته در امت ختمی تکرار خواهد شد و تمام وقایع سختی که برای امت های پیشین اتفاق افتاده بوده در امت ختمی تکرار خواهد شد. علتش هم این است اون هدایتگری که در اثر اون سختی ها برای امتهای انبیای پیشین پیش آمده بوده میخواد به نحو اکملش در این امت محقق بشود، لذا حتما اون سختی ها به اضافه در این امت تکرار خواهد شد. این زبان روایات است، سنت تمییز و تمحیص که
مفصل بحثش رو داشتیم در بحث‌های مهدویت، در اینجا می‌فرماید اینم یکی از سنت‌های دیگه است که حتما خواهد آمد، مست و ملبعصا و ذرا و زلزلو حتی یقول الرسول، یعنی آنچنان سختی شدید میشه مست و ملبعصا و ذرا که بعصا اون صدمات خارج از نظام بدنه و ذرا اون در حقیقت صدمات بدنیست، یعنی فشارها و سختی‌های امنیتی از جهت در حقیقت مالی، فشارهای اینجوری حتما خواهد آمد و به فشارهای بدنی و جراحت‌ها و جنگ‌ها و شهادت‌ها هم کشیده خواهد شد. همه اینا تکرار میشه تا جایی که نه به صورت عادی، تا به جایی میرسد که رسول و الذین معه، کسانی که آمنوا معه و هستند، از خدای تعالی استغاثه محض میکنن، یعنی به این مرتبه میرسن که از همه اسباب منقطع شدن، از خدای تعالی طلب نصرت میکنن که دیگه اسباب و وسایل رو کفا کافی در نصرت خودشون و نتیجه گیری نمیبینن. یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، که این متى نصر الله هم متى نصر الله اعتراضی نیست، یه موقع هستش که عموم مسلمان ها گاهی برخورد میکنن وقتی سخت میشه، میگن پس کو یاری خدا، یعنی اعتراضن که ما مسلمانیم، ما مؤمنیم، پس کو خدایی که میگفتید هست و وعده نصرت داده، این اعتراض. اما یه موقع هستش که متى نصر الله به این معناست که اضطرار آنچنان حاکم میشود که به غیر از خدا یاری نمیبینند. اون هم نمیگه اصل نصرت رو طلب کند، میگه متى نصر الله، یعنی نصر رو قطعی میداند اما نمیداند چه موقع است. لذا از خدای تعالی در کمال اضطرار، زلزلوس، یعنی تو اونجا است که فشار در نهایت خودش قرار گرفته، در اینجا مؤمنین به درگاه الهی دست دعا باز میکنند که خدایا کی نصرتت به ما میرسد، یعنی تقاضای نصرت است. این تقاضای نصرت عین ادب است، نه تنها بی ادبی نیست، بلکه چی هستش، این متى نصر الله عین ادب است، اعتراض نیست که بلا فاصله خدای تعالی هم، چون دعا در مقام استراره است، دعا در مقام در حقیقت التجاء محض است، بلا فاصله فرمان الا ان نصر الله قریب، یعنی اجابت قطعی است، چون دعا در مقام استراره اجابت هم قطعی است. هر چقدر دعا به سمت اضطرار بیشتر کشیده بشه اجابت قطعی تر. لذا تا جایی که انسان از سر سیری دعا میکند، این نحوه ای از دعاست، اون جایی که انسان به حالت التجا و اضطرار کشیده میشه و دعا میکنه، اون دعای حقیقی اون جایی است که اونجا فهم. لذا در قرآن میفرماید کسی که در آب ها در حال غرقه، درسته در کشتی در حال غرقه، کف کشتی که گرفتار موج های شدید شد، دعو الله مخلصی، او با اخلاص میخواند، لذا وقتی به ساحل نجات میرسد البته دوباره یادش میله، فراموش میکند. اینجا هم این زلزلو، مست ملبعصا و ذرا، همه اینها سلام علیکم الله، برای رساندن انسان به موضع اضطرار و التجاء تا اون دعای حقیقی از انسان صادر بشه. پس اصل این بعصا و ذرا و زلزلو رحمت یا سختی است؟ اصلش رحمته، چون انسان رو میخواد به مرتبه اتصال محض برسانه، ارتباط بیواسطه برسانه، اونجایی که حقیقت در حقیقت ارتباط و دعا محقق میشود. این روح کلی آیه بود که عرض کردم خدمتون. اما این که لذا میفرماید ورود به بهش حتما با سختی همراهه و اون سنت های گذشته و سختی های گذشته تکرار خواهد شد و پیش خواهد آمد، به خصوص این سنت ها سنت جنگ و شهادت بوده، یعنی آیه در مقام دفاع از دین است، یعنی در وقتی است که جنگ صورت گرفته، مؤمنین در مقام دفاع از دین الهی به پا خواستن، دارن می جنگن. تو مقام جنگ اینجور نبوده که راحت تا دیگه حالا ما شروع به جنگ کردیم بگیم خدا حتما پیروز میکنه به راحتی، نه، به سختی ها و فشار ها و اضطراب ها رسیدن به جایی که انهو بقای اینها به مو رسیده، دقت میکنی؟
اونجا در حقیقت با این التجا، با این استراب از خدا میخوان، خدا هم اجابت میکنه. پس دادن بهش و ورود به بهش به راحتی نیست. به صرف انجام اعمال عبادی فقط نیست. ازا در آیه دارد که در آیات دارد که میفرماید ما در هر سالی یک یا دو بار امتحانات سخت پیش میاریم. آیه شریفه این است که میفرماید که اولا یرونه انهم یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتن، یک بار یا دو بار، ثم لا یتوبونه ولا هم یذکرون، اگر در حقیقت اینها توبه نکنند و یاد نیارند. البته این آزمایش برای اونها چی هستش؟ اگر این نسبت به این موفق نبودند. یاد متعدد میفرماید کرد ایه سبول خود در خط انسان ها میپندارند که اینها رو در داخل در جنت میکنیم یا اینها رو رها میکنیم و اینها رو آزمایش نمیکنیم. اصل این آزمایش کردن این گرفتار سختی شدن، این گرفتار سختی شدن لحظه به لحظه است. به فرمایش مرحوم علامه، دینداری لحظه به لحظه مردنه. خیلی نکته دقیقی است، دینداری لحظه به لحظه مردنه. چرا؟ چون انسان میخواد اراده خودش رو چیکار بکند؟ از اراده خودش که اون تقاضای طبیعت وجودیش بوده بگذرد و اراده الهی رو حاکم کند، یعنی اراده خودش رو فنا کند در اراده الهی. این کشته شدنه، این ذبح است، این فانی شدنه، این مردن است. مردن یعنی از خود، از دقیقت اون منیتهاش، اراده خودش رو کنار میگذارد تا اراده الهی تو وجود او جایگیر بشود و جایگزین بشود. این آزمایش ها مال این است که انسان رو تو سخت ترین شرایط ببرند، ببینن آیا این کسی که تو حالت راحت میگفت یا لیتنا کنا معک، آیا واقعا تو مقام عمل هم همین تقاضا رو دارد، همین حالت رو دارد، همین ارتباط رو دارد. اگر این ارتباط تثبیت بشه، البته این انسان انسان موفقی است. لذا تو سختی ها انسان الهیتش آشکار میشه. فقط تو صرف این نیستش که انسان در یه جای گرم و نرم و راحت و امنی داره نماز میخونه، بعد توکل تو علی الله داشته باشه یا آیات تقوا رو بخونه و مسرور باشه به اینها، بلکه خدای تعالی میفرماید که نه، این تا اینجا خلاصه نمیشه. در میدانهای سختی و جنگ این باید خودش رو نشون بده. حالا سختی و جنگ هم مراتب دارد دیگه. حتما سختی و جنگ، سختی و جنگ گاهی نظامی نیست، گاهی اقتصادیه، گاهی فکریه، همه مراتب رو شامل میشه. از این دست آیات زیاد داریم که متعدد بارش حسب الناس ان یترک و ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم، ادامه آیه که سوره عنکبوت. یا در حقیقت میفرماید که ام حسبت من تترکو و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. رهاتون نکرده که ام حسبت من تترکوا رها باشید ولما يعلم الله الذين جاهدوا، خدای تعالی جاهدوا منكم، اون کسانی که اهل جهاد از شما باشند رو، اینها رو در حقیقت علم، البته علم الهی، علم فعلیه دیگه، چون علم ذاتی نیست. ولما يعلم الله، علم الله که ایجاد میشه در صحنه عمل، یعنی علم فعلی حضرت حق، و الا علم ذاتی حضرت حق که قبل و بعد عمل فرقی ندارد، اون علم فعلی است که در صحنه عمل متن عالمش علم فعلی حق. یعنی تو اون صحنه متن واقع حضرت حق که شما گرفتار میشید، اونجا اون علم فعلی هم محقق است که معلوم میشه شما در اینجا سرفراز بیرون میای یا در حقیقت رفوزه میشید. این آیه شریف ارتباطش با آیات قبلی که داشتیم، این آیات قبل که اگر یادتون باشه در سال گذشته در محضرش بودیم، چند آیه گذشته به فرمایش مرحوم علامه میفرماید این دسته از آیات از یا ای والذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه شروع میشه، که اگر یادتون باشه مفصل زیل اون آیه یا ای والذین آمنوا ادخلوا فی السلم که اون حالت اجتماعی و وحدت اجتماعی رو ایجاد کردن، مفصل تو نظام اجتماعی گفتگو شد که در اونجا میفرمود که آیه شریفه 208 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. این آیات رو بعد از چی فرمودن؟ بعد از آیات حج و احکام حج، که بعد از احکام حج فرمودن که مردم دو دستن،
بعضیا حیات دنیا اونها رو اشغال کرده و وجودشون رو پر کرده و من الناس من یعجب و کقول فی الحیات دنیا، که اینها اهل حیات دنیا بودن و در مورد حیات دنیا دلشون پر بود، و دسته دیگری هم بودن که نه، اینها در حقیقت اهل آخرت بودن. و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، یعنی دو دسته شدن بعد از اینکه احکام بیان شد. عده‌ای در حقیقت به دنبال حیات دنیا بودن، فقط هم حیات دنیا نبود، بلکه دنبالش فرمود که اینها ازا تولا سعاف الارضه، وقتی که اینا به حکومت میرسن، درسته؟ اینها در زمین خرابی بار میارن، لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. کار اینها تو این جریان که داره بیان میکند کار حاکمیتی است، چه اهل فساد چه اهل ایمان. یعنی آیه ناظر است به یه کار حاکمیتی که انسان علاوه بر دانستن احکام و عمل به احکام تو نظام عبادی باید اقامه حاکمیت بکند، باید اقامه دین بکند، باید دفاع از دین در مقام اقامه دین داشته باشد. این در حقیقت مقصود این آیاته، که در مورد کفار هم همینه، میگه اونا هم به دنبال اقامه فساده، اونا هم به عنوان دنبال اقامه حاکمیت خودشون هستن. لذا اگر شما میخواید دیندار باشید باید درگیر بشید. امکان نداره کسی دیندار باشه و چی باشه و در راحت باشد. یا در وقت اقامه دین است که سختی اقامه دین کمتر از اون وقتی نیستش که انسان دنبال این است که حاکمیت دین پیدا بکند. یه وقتی دنبال این است که در مقابل حاکمیت فساد بیسته و او را به این ببره، خیلی سخته. اما یه موقع هستش که انسان به حاکمیت رسیده میخواد دین رو پیاده بکند، این سختره. یعنی این دوره سختری است و شیطان در اینجا باش در افتادن خیلی سنگین تره، چون عمدتا در اینجاها مسائل دنیایی بیشتر جلوه میکنند. دوران جنگ دوران راحت تری بود برای ما و اون دوره حفظ انسان ها راحت تر بود تا دوران پس از جنگ. دوران پس از جنگ دنیا انواع توجیهات رو برای به اصطلاح اینکه زینت دنیا، حیات دنیا انسان آلوده بشه ایجاد میکنند. لذا اقامه حاکمیت در وقتی که به حکومت رسیده انسان الا ماشاءالله مختلفه. علتش هم چی بود اگر یادتون باشه؟ که آیه 213 فرمود که وقتی انبیا آمدند، با آمدن انبیا خود آمدن انبیا سبب اختلاف جدید شد. یعنی عده ایمان آوردن به انبیا، بعد دین رو مستمسک چی قرار دادن؟ دین رو مستمسک انحراف قرار دادن، با زبان دین انحراف ایجاد کردن. خیلی خلاصه سخته. این با زبان دین انحراف ایجاد کردن یعنی همون کسانی که به حاکمیت رسیدن در مقام اقامه دین، برای اینکه دین رو مطابق امیال خودشون، یعنی خودشون رو مطرح بکنن و خودشون رو توجیه بکنن، دین رو مطابق امیالشون معنا کردن. لذا تعبیر آیه شریفه این بود کان الناس امتا واحده، که مفصل بیان شد که اون نظام فطری اولی است. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا، که گفتیم عقل عملی به وحدت نمیرسانه، بلکه عقل عملی انسان رو به این که تسخیر کند دیگران رو و ارتباط برقرار کند و این تسخیرها با هم به درگیری کشیده بشه و نزاع. انبیا آمدن برای رفع این نزاع. وقتی که آمدن انبیا تونستند مطرح کنند که رفع این نزاع به چیه. اما عده‌ای که به انبیا ایمان آوردن، اینها در حقیقت لیحکم بین الناس فی مختلف و مختلف فیه، در خود این دین اختلاف ایجاد کردن، الا الذين اوتوه، همونایی که این دین براشون آمده بود، من بعد ما جاءتهم البينات، بعد از اینکه بینات رو دیدن خود اهل این دین، کسانی که درون دین بودن، اون اختلاف قبلی اختلاف برون دینی بود، انبیا آمدن تا او رو بردارن. اما پس از اینکه انبیا آمدن، حیات دنیا رو میاره به افراد در مقام حاکمیت دین، اختلاف درون دینی آغاز. این اختلاف درون دینی خیلی سخته. لذا دشمن میداند که از دین علیه دین باید استفاده بکند، از مذهب علیه مذهب استفاده بکند تا مذهب رو شکن بکنه. لذا اینجا میفرماید که بغیان بینهم، این بغی بود، یعنی علم داشتن، با علم مقابل در حقیقت این جریان ایستادن، اونم نه مقابل دین بایستن، به اسم دین در حقیقت چیکار کردن؟ دین رو خراب کردن. یعنی آمدن دین رو توجیه کردن مطابق اون چی که میخواستن، دین رو به افراد و تفرید مطرح کردن،
تا توجیه بشه اعمال خودشون. این در حقیقت میفرماد البته خدای تعالی فحد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، خدا هدایت کرد به اذن الله و يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دنبال این آیات و این سیر حالا میفرماد ام حسبتم، فکر میکنید دینداری و اقامه دین کار ساده ایه؟ اقامه دین و دینداری جز سخت ترین کارهاست. فکر نکنیم احکام رو دانستن و عمل کردن و نماز خواندن تمام، نه، اقامه صلات و الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، اینها اقامه صلات میکنن، نه فقط در حقیقت نماز بخونن. ان مكننا، اگر اینها رو بهشون مکنت دادیم، بهشون سلطنت دادیم، بهشون قوت دادیم و ولایت دادیم، اینها اقاموا الصلاه و آتوا الزکات، اینها در حقیقت به دنبال اقامه، این اقامه صلات، این اقامه حاکمیت دین در اجتماع، اون صلاتی است که تنها عن الفحشاء و المنکر و همه اینها رو در حقیقت چکار میکنن؟ باهاش میایسته. این اقامه صلاته. اقامه صلات فقط خواندن نماز نیست، حتی اقامه صلات به این که نماز جماعت به پا بشه نیست. اقامه صلات یعنی نماز با تمام خواصش محقق بشه، تمام آثار نماز آشکار بشه، جوری نماز در جامعه پیاده بشه که تنها عن الفحشاء و المنکر بشه. فحشاء و منکر، خب فحشاء و منکر اگر میخواد در جامعه منتفی بشه، من اینها که میگم باید یه نگاه معناگرا و معنویتگرا و در حقیقت عدالت طلب عمیق داشته باشه تا فحشا، زمینه های فحشا، زمینه های منکر، همه اینا چی؟ این اقامه دین، این مکنون فی الارض اقام الصلا. لذا اینجا میفرماد ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اون حالاتی که امت های پیشین داشتن، سختی هایی که خلاوه این همون گذشتگان، اونهایی که گذشتگان که براشون پیش آمد، فکر میکنید مسئله اونها که مسئله یعنی اونچه که شبیه بر اونها بود گذشته، آیا فکر میکنید در حقیقت برای شما پیش نخواهد آمد؟ مثل اونچه که بر سر آنها آمد برای شما پیش نخواهد آمد؟ خب اگر اینجور باشه، ذکر قصه های قرآنی تمرین و رزمایشیست برای که انسان خودشو در اون صحنه قرار بده تا آماده بشه. مثل واکسنی میماند که انسان واکسن رو میزنن، رقیق شده یه واکسن، رقیق شده چیه؟ مریضیه دیگه. تا انسان با این رقیق شده بتواند مقابله بکند، پادزهر اون رو بسازد که وقتی اون خودش میاد، این پادزهر میتونه در مقابله اون مقابله کند. چون اون چیزی که بر امت ختمی میخواد بیاد سنگین تر از اون چیزی است که در امتهای پیشین میاد، چون این هدایتگری اینجا عظیم تر است، پس اونها مثل واکسن میمونه. پس اگر ذکر فرموده در قرآن کریم سرگذشت انبیا رو در بیش از 2200 آیه قرآن راجع به انبیاست، مربوط به این است که ما اونها رو در خودمون پیاده بکنیم تا سنت های بعدی در رابطه با اون محض سازی و تمیز صف از کدر که میخواد پیش بیاد، اینها آمادگی شده باشد، یعنی آماده باشیم برای این کار. با این نگاه در حقیقت چی میشه؟ این آیه شریفه میخواد بفرماید که حواستون باید خیلی جمع باشه و تمام اون وقایع رو منتظرش باشید و این وقایع قطعا پیش خواهد آمد. خب اگر کسی بداند داره جای حرکت میکند که وقایع سهمگین در انتظارشه، با این حال ما البته حرکت نمیکنه. بعضی از حرکت کاملا چی میشن؟ بفهمن جاده پرخطره، میگه آقا حج بری کشتن داره ها، ثبت نام که میکنن چند بر ثبت نام میکنن؟ میان کشته شدن داره، ممکنه اون کشته، خب خیلی کم ثبت نام و خیلی کم شد، بالاخره جون میترسه آدمی زاد. حتی عیبی نداره. ببینید اگر انسان ترسید ولی توکل بار، یعنی بعضی بودن تو جبهه بودن، زمان جنگ جبهه بودن، اما وقتی که این بالاخره خمپاره‌ها یا گلوله‌های سنگین یا رگبارهای سنگین پیش می آمد، می ترسیدن. اما این ترسشون هم دلیل بر این بود که فرار کنن، می ترسیدن. گاهی عکس العمل طبیعی بدنه که نسبت به صداهای مهیب چیه نشون میده؟ عکس العمل. البته بعضی از این در حقیقت عظیم ترن. سلام علیکم ورحمت الله، شما خدا سلامتی بده به این آقا روح الله شاهبادی هستش که مسجد مدنی تو چیز نماز میخونه، خیلی هم ولایی و انقلابی و از فرزندان هایتون داشت آدی بزرگ بوده. ایشون خلاصه میفرم، ایشون من از زبان خود ایشون شنیدم، ایشون فرمود که ما نجف بودیم، امام داشت عبور میکرد،
از یکی از این پست‌های برقی که رو زمین می‌ذارن، پست‌های زمینی برق، ترانس‌های قوی توش مورد فشار قوی رو تبدیل می‌کنن به فشار ضعیف و اینا. گفتش بابون که از این چند قدم بیشتر نگذشته بودیم، یه دفعه منفجر شد. چون اینا اتصالی که می‌کنن یا چیزی میشه منفجر. گفت صدای مهیبی آمد که تا نزدیک 500 متر شیشه‌های خونه‌هایی که اونجا بود شکست. گو ما با امام بودیم، اصلا امام بر نگشت ببینه چی بود، تنش نل. گو اینقدر این صدا مهیب بود، همه بی اختیار در حقیقت چی میشدن؟ عکس العمل نشون میدادن، بی اختیار بود، اصلا کسی موضوعی نبود که میترسه یا نمیترسه. این عکس کی میتونه اینقدر بر بدنش مسلط باشه که هیچ چیزی نلرزونش، هیچ چیزی در حقیقت او رو نترسانه، حتی به صورت چی؟ البته از این هم هستن و بودن، اما خب به صورت طبیعی این دلیل نمیشه که آدم بدی باشه که ترسید. اگر اونجا یه کسی جا خورد، یه وحشتی کرد، یه جایی پناه گرفت، این دلیل بر بدیش نیست. بله اگر سبب شد از میدان جنگ فرار کنه، خب این دیگه بله، البته ان الذين تولوا منكم، یعنی فرار کردن، این فرار کردن. اما اگه ترسید، بم میزدن، موشک میزدن، مردم میرفتن پناهگاه، خب عیب نداره. این پناهگاه رفتن نشونه این نیستش که ترسه، نه، میگه خدایا باید جونمونم حفظ بکنیم، والله اومدی ترسم داره زبانشم، اما میگه یا الله، خب داره میترسه اما میگه یا الله، اب نداره یا الله گفتن. پس اگر در حقیقت اینجا میخوام بگم که یه موقع آدم فکر نکند که کسی که نمیترسد و پشتیبانش خداست یعنی دیگه هیچ عکس العملی تو انسان نداره، رنگش نمیپره. گفتنش ساده است، بذار خدای نکرده یه خلاصه بگن الان بمب اینجا گذاشتن، نعوذ بالله، یه بگن یه بمب گذاشتن، بعد باید اینجا خارج بشیم ببینیم کی بگی تعارف میکنه اونجا، کی خلاصه بگی تعارف میکنه که آقا شما بفرمایید اول، اون میگه نه شما بفرمایید اول. اونجا هر کسی جان خودش رو برجا داره در میره دیگه، ممکنه پا رو سر دیگری هم بگذاره فرار بکنه، نفهمه، حواسش نباشه، اما این دلیل بر بد بودنش نیست. دقت بکنید، اینکه در حقیقت ما به اون زلزلو نرسیدیم، به اون مست هم البعصا و ذرا، الان تو راحت داریم فکر میکنیم مست هم البعصا و ذرا. این حرفش ساده است، وقتی که در حقیقت اون معرکه قرار بگیرن که دیگه پای جان در آخرین مرتبش مطرح باشه، اونجا ذرا مطرح میشه که اینجا خلاصه مست هم البعصا و ذرا و زلزلو. اما در حقیقت دنبالش میگن چی؟ حتی یقول متا نصر الله، میگن نصر خدا کجاست، نمیگن یه سوراخ پیدا کنیم در بریم، یه جای عمد پیدا کنیم فرار کنیم، نه، متا نصر الله. اگر کسی زبان گویاش در سختی متا نصر الله باشه و التجایی به خدا باشه، این الهیه، حتی اگر ترسیده، حتی اگر اینجا وحشت کرده، الهیه، مراتب الهیت رو ببینید. بله اگر کسی اصلا نمیترسد، اون جای خودش رو دارد که او دیگه یه بحث عظیمتر از این مسئله است که آنچنان در محضر الهی است و عظمت. میگن کسی که صدای بلند گوشش پیچیده باشه، یه صدای نهیب بلند یا قرش شنیده باشه، صدای کوچک رو تا مدتی نمیشنوه، یعنی تا ثانیه هایی صدای کوچک رو نمیشنوه. بله اگر کسی خوف از خدا در دلش آنچنان باشد، خوفای دیگه معنی نداره براش، اصلا معنی نداره برای اون. دقت بکنید، اونها این خوفا، این شخصا، اینا کیان؟ اینا اوحدی هست. ما خودمون رو نباید بگیم اگر اونجوری نبودیم ناامید بشیم پس بگیم ما، نه، اولی، همه اینها جز اولیا حساب میشن، البته تا اون ولی کامل الهی. این آیه شریفه، بله؟ بله حتما متا نصر الله، اصلا گفتیم اصل مسئله در این متا نصر الله یعنی تقاضای نصرت. خلاف ظاهر از ظاهر، چرا؟ زلزلو متا و آیه بعدی که میگه نصر خدا قریب، یعنی نزدیک بودن، این ظاهر دلالت بر این میداره که او از نصر خدا کجا، اگر میخواست بگن طلب کردن، اگر کسی میخواست بگه که اعتراضاً متا نصر الله، جوابش این نبود که الا ان نصر الله قریب، جواب این نبود، چون جواب اونجوری دیگه اعتابش میکردن که تو چه کاره ای که در حقیقت داری اعتاب میکنی من رو، ناامیدی میآوردی، نه عیب نداره ناامیدی، مگه خدای تعالی کم ناامید میکنه؟
خدای تعالی که کارش میگه مستمول به اسها و ذرا و در حقیقت و زلزلو انداختشون تو بیچارگی، خب کی کرده اینا رو باشون؟ خدا داره میگه اگر اینجا داره اینا رو میده تا اینها به مقام صف برسن، اگر نتیجه رسیدن اینها به مقام اعتراض باشه که این نتیجه نداده که اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یتضرعون، اینا تضرع پیدا کنن به درگاه الهی بیان. اگر قرار باشه وقتی به بأسا و ضراء میافتن اینا بگن چی؟ بگن این خداست، اینا کوپ هست. اینجوری باشه که به نتیجه نرسیده، دنبالش علاینا نصر الله قریب نمیاد. مثلا عرضو برسونم این که دنبال این آمده، دنبال متا نصر الله آمده علاینا نصر الله قریب، یعنی به اجابت رسید، یعنی اون مست ملبعث ها و ذرات نتیجه داد، یعنی این زلزلو اینها رو به مقام اضطرار کامل رساند که التجاهشون فقط به خدا باشد، نه اعتراض به خدا باشد. صدر و ذیل آیه یه نگاه عرفی اولیه که ما یاد گرفتیم، میگیم وقتی میفتیم به فشار میگیم کو، اگه خدا خداست پس کو، این نگاه اولیه عرفیه. اما در اینجا صدر و ذیل آیه که با هم نگاه میکنیم، خدای تعالی میگه من میخوام امتحانتون بکنم تا تمییز پیدا بشه، تا در حقیقت این فتنه ها و این سختی ها شما رو پاک بکند و طاهر بکند و بالا بیاره، درسته؟ بعد میخواد بگه این کار رو کردم، اینا بالا آمدن و بعد نصرت من هم شامل حالشون شد. این نصرت الهی یعنی همون بالا آمدن اینا، یعنی اجابت اون حقیقت و نشون دادن اون حقیقت. اگر قرار باشه امت ها نصر الله اعتراضی باشد که به نتیجه نرسیده، پس باید به یه ابتلای دیگری بنزید تا به نتیجه برسد. دیگه نمیگه که پس علاینا نصر الله قریب. اگر نبود علاینا نصر الله قریب، فرمایش شما صحیح انقدر اینا رو جورده، اینا هم اعتراض میکنن که امت ها نصر الله اینجوری بخونیم. بعد میگن نصر الله تو لبنانه پس الله. اما اگر این نگاه شد که الا ان نصر الله قریب اجابته، یعنی حرف به نتیجه رسیده، کار به نتیجه رسیده، امتحان و افتنان به نتیجه خودش رسید که اینها تمیز پیدا کردن. ببینید انبیا در مقام چرا دعای انبیا مستجاب است؟ هم به لحاظ شهود انبیا است که دعای انبیا تابع شهودشونه، هم به لحاظ این است که انبیا در مقام اضطرار دعا میکردن. موسای کلیم در مقام اضطرار دعا شد که چی؟ دعاش چی بودش؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درسته؟ درست خوندم؟ یعنی اون میگه به یک تکه نان احتیاج داشت، روایت فهم به یک تکه نان احتیاج داشت، یعنی آنچنان در حقیقت شدت پیدا کرده بود این احتیاج به نان و عذیت و لفت، یعنی لما انزل تایلی امن خیر اجابت شد. اگر ایوبه رب بینی مستنی از ضرب انترخم اجابت شد بلا فاصله. اگر به دعاها وقتی به مرز در حقیقت استرار میرسه اجابتش قطعیه. اینجا میخواد مست ملبعصا و ذر را به مرز التجا برسونه، به مرز اضطرار برسونه. میگه این یک کارای ماست خدا، تا اینا میرسن به جایی که ملتجی بشن به خدا فقط که متا نصر الله. اینم متا نصر الله در حقیقت تعبیر خوبیست که متا زمانشه نه اصلشه، یعنی یقین دارن که نصر الهی در کاره، اما دارن از خدای تعالی تقاضا میکنن که این زمان رو نزدیک بگردانن، نزدیک کنن، و خدا هم اجابت میکنن که علاینا نصر الله قریب، یعنی قریب بودن ناظر به متاست. اونا متا سوال کردن، اجابتش یعنی نزدیک هست. بله زودتر اجابت میشه. نه دیگه امتحان در حقیقت اگر کسی به جایی رسید که اگر این امتحان لازم نداشت و اون حقیقت محقق شد، البته میدونید که هر مرتبه ای برای مرتبه بعد آماده میکنه اینها رو، جایی تمام شدنی نیست. از خود انبیای گرامی از ابتلا ابراهیم ربه او به کلمات فاتمهن، درسته؟ ابراهیم خلیله نبی اولوالعزم، رسول اولوالعزم، امام شدش، درست؟ اما با ابتلاعات. اگر از این رتبه بالا آمد مرتبه بعد، اگر از این رتبه تونست منتها سرعت طی پیدا میکنه. یه کسی میره توی یه ابتلا تمام عمرش میمونه تا اجابت بشه و به نتیجه برسه، دیگری میبینه نه به سرعت داره پله پله این ابتلاعات رو طی میکنه. فاتمهن نه این قال انی جاعل للناس امام، درسته؟ این امام شدن یعنی اینکه این قدرت پیدا میکند که حالا رهبری امت رو هم به راحتی به عهده بگیره.
و یا اون معنای دقیق امام که مردم رو غیر از تبلیغ و ارشاد مردم رو برساند، یعنی رسانندگی ایصال علل مطلوب هم علاوه رو اون ولایت هم براش محقق می شود. این در قد مراتب جایی نمیرسه که انسان تو کمالات، اگر بگیم اینجا دیگه انسان متوقف میشه، این نقص انسانه. چرا؟ چون انسان متوقف یعنی حد داره. اگر گفتیم ابتلاعات هیچ جا متوقف نمیشه و بالا و بالاتر میره، یعنی حد ندارد. لذا امام حسین علیه السلام هم به ابتلاع مبتلا میشه و نتیجه میگیره و خدای تعالی او رو بالا میبره. عیبی هم نداره. که بعضی از حضور بانا در مورد خیلی سختی های خیلی طاقت فرسایی زندگیشون داشتن، بعضی هم نراحت تر. ببینید ابتلا سختی به معنای نداری نیست، که ابتلا داراییه. فکر نکنید که نداری سخت‌تر از داراییه. کسانی که از نداری محفوظ موندند بیشترن از کسانی که با دارایی در حقیقتی هستن از دست رفتن. درسته؟ این هم ابتلاست. ابتلا در حقیقتی جوع و فقر و سختی و اینا که میگه اعم از این است که گاهی در حقیقت نداری، گاهی چیه؟ ابتلا داراییه. یعنی گاهی انسان رو مبتلا میکنن به اینکه یک دفعه وضعش خوب بشه، ببینن آیا. لذا همون قصه که شاید بارها گفتم اما موعظه برای انسان لازم دائما، همسر ایوب رو وقتی شیطان اومد سراغش در اون آخرین لحظات بهش گفتش که تو کی هستی که اینجور در اسیر کوچه ها داری دنبال کاری تا خدمت بکنی؟ گفت من همسر ایوب دختر یوسف. گفت بله. گو کون عزت و شوکت یوسفی؟ گو خدای تعالی، خیلی جملش زیباست، خدای تعالی گاهی به بعضی از انسانها ثروت میده، مکنت میده، امکانات میده تا صفات شکر اینا بیرون بریزه، تجلی پیدا کنند، و گاهی به بعضی سختی میده، فقر میده، شدائد میده تا صفات صبر وجود اینها متجلی بشه. ما چگونه شکر کنیم خدا را که برهه زیادی از عمر ما به ما دارایی داد تا صفات شکر در وجود ما متحقق بشه و پسندید بر ما سختی را تا صفات صبر هم در درون ما چی بشه؟ پیدا بشه و متجلی بشه. یه نگاهه ببین، یعنی اونجا هم که داراییه ابتلا میبینه تا صفات شکر. یا در اونجایی که سلیمان وقتی که وزیرش که اون تخت رو آورد، اونجا در حقیقت دنبالش سلیمان میگه چی آیه؟ هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، لیبلونی من رو ابتلا مبتلا بکنه اشکر ام اکفر، که این دارایی و این توان و این قدرت که به آصف وزیر من داده که یه وزیر سلیمان بود، این در حقیقت لیبلونی درسته تا من رو مورد ابتلا قرار داراییه، اما مورد ابتلا خودش. پس همیشه گاهی علم خیلی در حقیقت ابتلا بهش سنگین و سخته که انسان بتونه اون مقتضیات علم رو محقق بکنه. خیلی سخته. ما خلاصه اگه بدونید، اگر واقعا آدم کتاب علم کافی شریف رو ببینه، احادیث که در رابطه با عالم و علم هست رو ببینه، اون موقع میفهمه که چقدر ابتلاع به علم سنگین و سخته و مقتضیاتش رو رعایت کردن چقدر سخته. داراییه دیگه، همینجور ثروته، همینجور راحت امنیته، هر کدام از این دارایی ها و نعمت ها در مقابل. لذا تو سختی ها منتها تو سختی ها اکثرا هدایت پذیری بهتره. لذا در قرآن فإن لنبلوکم اون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ درسته؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی توی سختی ها زودتر صفات صبر زودتر بروز پیدا میکنند تا به این مرتبه برسن. صفات شکر خیلی سخته، غفلت آوره. دارایی معمولا غفلت آوره. خب چرا بخواد آدم؟ ولی منتها خود همین التجا اگر از شکم سیر نباشه، از این التجایی باشه، از استرار باشه، اگر واقعا خودشو میشناسه ببینه که خیلی سخته برای به خدای تعالی ملتجی بشه، با اون استرار اجابت بشه، با اون استرارا، نه با شکم سیر و راحت و بعد نمازشه شامش هم خورده حالا نمازو داره میخونه، به خدای من طاقت سختی ندارم به من راحت بده. خوب باشه.
اون همونجا میگه این تو با حرف گفتی اونم با حرف میشه، اگر با اصرار گفتی با اصرار جواب داده میشه، که دنبال آیه میفرماید که اینجا میفرماید که الا ان نصر الله قریب، این بعد از زلزله. اگر واقعا انسان تو حالت زلزله وجودیش که میترسه از گمراهیش از نداری میترسه این رو گفت واقعا اینجوری بود، اینا میگه بله اجابت شدش. پس باید خواستن اگر با اون زلزله باشد اجابت قطعی است. بیشتر نتیجه میده، یعنی زودتر نتیجه میده، بیشتر نتیجه مثل یک کاتالیزور میمونه. معمولا از قرآن هم این استفاده میشه، لذا میبینی سنت هم این بوده که البلاء للانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی نشون میده که این ابتلاعات اول مربوط به اون کسانی است که بزرگترن، چون بلا در حقیقت آزموده شدن رفتن تو آتش دیگه. این مربوط به عموم مردمه، که در حقیقت عموم مردم، وقتی عموم مردم نه اهل ایمان قوی، عموم مردم اگر مبتلا بشن به سختی دینشون حتی از ممکنه بده. لذا این خطاب به حاکمه که حواست باشه، بی تفاوت نشی به این چیزها. اگر مردم به واسطه کوتاهی تو یا به دیگرانه که حواستون باشه، اگر به واسطه کوتاهی شما اینها مبتلا شدن از دین خارجان مقصرید. این خطاب حاکمیتیه که رعایت سطح عموم مردم رو بکنی، نه اینکه مؤمن مجوز داشته باشه اگر نداشت از دین خارج بشه، یا در حقیقت مؤمن به راحتی چی میشه اگر نداشت از دین خارج میشه، نه اینجوری نیست. این خطاب حاکمیتیه، خطاب در که عموم مردم اینجوری هم حواستون باشه، اقلی ضروریات زندگی مردم رو چکار بکنید؟ فراهم بکنید، نگذارید که موقع دست رو دست بعد مردم از دین خارج بشن مقصر شمایید. اینو که خب بله نه دیگه، عرض کردم که عموم مردم در این مرتبه هستن کسن. اما وقتی به مرتبه ایمان رسیدن، خدای تعالی لنبلون نکم شما را، این لنبلون نکم خطاب اختصاصیه، مخاطبه توشه، خدا با کسی مخاطبه میکند که نزدیکه. لنبلون نکم به شیء من الخوف تا بشه چی؟ و بشر صابرین، یعنی از مقام ایمان اینا گذشتن به مقام صبر و صابر میرسن، یعنی برای رشد در حقیقت این هاست. هرکس بله برای دیگران هم ممکنه فقر پیش بیاد، اما این فقر هم ابتلای اینه. لذا اینو قبلا هم عرض کردیم، نکته این نکته بسیار نکته دقیقی است که از اون اگر یادتون باشه آیه در رابطه با روزه استفاده شد که و علی الذین و علی الذین لا و علی الذین یطیقونه، درست خوندم؟ و علی الذین یطیقونه فدیه، بله فدیه تو تعاون است. اونجا که میفرماید از آیه استفاده کرد مرحوم علامه که ابتلاعات میشه دون طاقت انسانه، حتی به اندازه طاقت هم نیست. چرا؟ چون تو این آیه میفرماید کسانی که روزه میخوان بگیرن همه طاقتشون رو میخواد تبدیل میشه به فدیه. اگه همه طاقتشون الّذین یطیقونه همه طاقتشون رو میخواد، این در حقیقت فدیه، این تبدیل به فدیه میشه. یعنی لزوم نداره در اونجا که همه طاقتش رو میخواد روزه رو بگیره، دقیقا مثل حرج میشه، میتونه بگیره اما حرجه براش، سخت همه طاقتش میگه اونجا. لذا در ابتلاعات هم همین جوریست، خدای تعالی هیچگاه به اندازه طاقت ابتلا ایجاد نمی کنن. هرگاه دیدید ابتلا پیش آمده برای هر کسی یا برای خودتون، یقینا طاقتش فوق اینه که تا بتواند برای قلبه کند و این رو از در حقیقت برش مسلط بشه. این رحمت رحیمی هر اقتضا رو داره، این سنت الهی است. اینجوری نیست کسی به فوق طاقتش یا حد طاقتش مبتلا بشه. حالا امروز چون سوال و جواب گفتیم باشه، چون دیگه همین می‌خواستیم بحث همین قضیه ان شاءالله بحث تطبیق و بحث‌های دیگه شو ان شاءالله جلسه بعد. یه جواب اگر آدم نشونه‌هایی که هست اگر رد اگر انسان به ابتلا پیدا کرد به فوقش، مقصر خودشه. چرا؟ یعنی میشه آدم ابتلا با خارج از طاقتش داشته باشه؟ خب بله، میتونه آدم خودش بنزه تو آتش. میتونه بنزه تو آتش یا نه؟ میتونه از پل آدم خودش بنزه پایین وسط خیابون بمیره. خب میتونه، این فوق طاقتش، این تحمل نداره. حالا غیر بارزش، آدم به گناهی کرد، قبلا هم عرض کردیم انبیا به حرج مبتلا نمیشن، چون تمام احکامی رو که
قبل از این موقع بوده رو به جاش درست انجام دادن. لذا اگر کسی مطابق فطرتش عمل بکند و احکامش، هیچ موقع به حرج نمیفته. کسی به حرج میفته، حرج این سر دوراهی که نمیدونه چه کنه، تصمیم براش سخت میشه، نمیفهمه چه کند، یا اگر میخواد یکشو انجام دیگه رو از دست میده. یه کسی به اینجا مبتلا میشه که قبلش خلاف تکلیفی کرده، اون خلاف تکلیف نتیجهش اینجا این میشه. لذا او به دست خودش، به اختیار خودش، غیر آشکار هم هست، نمیدونه چه کرده بوده، ولی قبلا کرده بوده. اونجا میدونست که داره خلاف میکنه اون موقع، ولی نمیدونست که دنبالش این همه عواقبه، دنبالش. بله البته اگر اینجا به فوق طاقتش مبتلا شد، این خدا اینو مبتلا، این جزاه، این جزاییه، ابتدایی نیست. این که ما عرض کردیم ابتداعا خدای تعالی فوق طاقت بشر کسی رو مبتلا نمیکنه، حتی به حد طاقت هم مبتلا نمیکنه. خدای تعالی جزاءا عمل خود اینه، این نتیجه عمل خودونه. مثل اینکه در حقیقت کافر میره تو جهنم، خب میسوزه، میگه من فوق طاقت همه دارم میسوزن اینجا، میگه خدای تعالی اب نداره، من بدن دوباره به تو میدم. کل ما نزجت جلودهم، اینم تبدیل میشه براش، معلوم میشه که سنت تحمل هست، اونجا تحملی که با این عذاب دیگه. اونجا هم که در اینجا پیش میاد حتما میتونه طریقه تحملش بکنه، اما با این شدت. حالا اینم یه بحثی داره، همچنان که دو جهنم کلا ما نزجه جلودون بدل نام جلودن غیرها، طریقه چی هستش؟ باید این بالاخره رو بچشه. اگر این جزا فوق طاقت این باشه که نتونه بچشه، نشون میده که اون عمل هم چی بوده؟ فوق طاقتش بوده در حتی عذاب. لذا اینا در آخرت میگه نمیمیرن، لا یموتون فیها ولا یحیا، ولی اونجا هستن و میچشن. تونستم عرضو برسونم؟ پس باید بچشد جزای عملش رو. اگر میخواد جزای عملش رو بچشه، باید چی داشته باشه؟ طاقت چشیدن رو داشته باشه. درسته؟ روش فکر میکنید. و الا اگر نتونه بچشه تحمل، بله ممکنه بدنش طاقت نداشته باشه، ممکنه زیر باری بدن بمیره، اما این که فقط بدن نیست، درسته؟ این که فقط بدن نیست، این حقیقتش باقیه. لذا میچشد حتی اگر بدنش از بین بره. پس فوق طاقت این حتی در نظام جزا چیزی نیست. اون طرف شواسط میتونیم بگیم دیگه، یعنی اعمال خوب هم که خدا دستور داده، ولی طاقت اون در ذات معنوی رو توی اون بهشت یافت زیاد کنه. مثلا یه دفعه هم وارد بهش میشن، اصلا نمیشن. بله دیگه، مسلمه که اصلا ظرفیت ساز تمام اعمال، ظرفیت ساز، یعنی انسان داره تابع اراده حق میشه. تابع اراده حق شدن یعنی داره الهی میشه، یعنی داره ظرفیت سازی برای خودش میکنه. مطیع شدن یعنی فنا، فنا یعنی سعه، فنا یعنی سعه. در نظام اگر طاغوت باشه سعه طاغوتی پیدا میکنه، اگر الهی باشه سعه الهی پیدا میکنه. انشالله خدای تعالی ما رو در حقیقت تو جهت الهیت خودش و این زلزلو و سرا و بعصا و ذرا به در حقیقت عنایت خودش ما رو دستمون رو بگیره که اونجا فقط به او متوسل باشیم. اگر کسی تو کارهای کوچک عادت کرد که رو به خدا بیاره، وقتی که سخت میشه هم این عادت او رو به سمت خدا میبره. اما اگر کسی تو کارهای کوچک عادت نکرد که رو به خدا بیاره، فکر میکرد اسباب این کار رو ازشون فراهم میشه، در موقع سختی هم چیکار میکنه؟ رو به اسباب میاره، در حالی که اونجا چی هستش؟ تقطعت بهم الاسباب، اسباب منقطع شد و بعد میبینه دستش خالیه، چون عادت نداشته رو به خدا بیاره. پس اگر میخوایم در مواقع سختی یقین کنیم که میتوانیم به خدا رجوع بکنیم، باید در مواقع کوچک و راحت اسباب رو در نوردیم و فرای اونها خدا رو ببینیم و از اون التجا به او داشته باشیم. این راه در حقیقت این است که تو منبع صاحب ذرا و زلزلو فقط بگیم متا نصر الله. ان شاء الله خدای تعالی هدایت اون بکنه. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل ترجمه.